ملالی نیست جز گم کردن شادمانی. رضا ابراهیمی هستم، ارادتمند همه شما عزیزان و فرهیختگان. دوستان گرامی، ما بعد از تهیه 1000 تا کلیپ آموزشی به دلیل ارتقاء سطح دانش کاوشگران تلاشگر، اومدیم یک سری کلیپ هایی رو به صورت کاملا جداگانه و کوتاه در رابطه با اصول، قواعد و فنون محیط نگاری تقدیم شما عزیزان میکنم. امیدوارم که با شنیدن این کلیپ ها دیگه هیچ وقت به دنبال تفسیر عرض نرید. چرا؟ چون در کلیپ های گذشته به طور کامل توضیح دادم که یک مکانی که قرار بارگذاری بشه در یک شعاع 12 کیلومتری انجام میشه و با دیدن یک عکس امکان اینکه نقطه نهایی پیدا بشه زیر صفر هست و افرادی که مبادرت به تفسیر عکس میکنن چندین حالت داره: یا نادانن، یا ناآگاهن، یا واقعا نمیدونن، یا واقعا میدونن و به دنبال سرکیسه کردن کاوشگران هستن. متاسفانه کاوشگران همه چیز میدونن، همه کار میکنن جز مطالعه، و مطالعه کردن برای کاوشگر بسیار بسیار سخته. یک کاوشگر حاضر بیل بزنه، کلنگ بزنه، اما یک کلمه، یک جمله یک کتاب رو نخونه. لذا این کلیپ های کوتاه رو برای شما خوبان تهیه دیدم تا اگر فرصت تهیه کتاب ندارید، فرصت خوندن کتاب رو ندارید، یا زورتون میاد مبلغی رو به یک کتاب بدید، کتاب رو ابتیا بفرمایید، خرید بفرمایید و سطح دانشتون رو ببرید بالا، کلیپ رایگان در اختیارتون قرار داده میشه. فقط کافیه لایک بفرمایید، سابسکرایب بفرمایید تا کلیپ های بعدی ما در رابطه با اصول و قواعد محیط نگاری به سمع و نظر و اطلاع شما خوبان برسه. اما کم گوی گزیده گوی چندل، بریم سراغ جاساس. معمولا جاساس ها یکی از موارد بسیار مهم در مبحث کاوشگری هستند. چرا؟ چون نیاز به بیل زدن و کلنگ زدن نداره، نیاز به حفاری چند متری نداره، فقط نیاز اصلی برای پیدا کردن یک کاوشگر مشاهده تیزبینانه در یک مکان نامی هست. شما در یک مکان نامی تشریف بردید، صخره‌های اطراف، سنگ‌های اطراف رو با دقت بررسی بکنید. بررسی کردن اون صخره‌ها و اون سنگ‌ها مساوی است با موفقیت. اما به نوعی بایستی ما بدونیم جاساز تعریفش چیه و کجا هست. تعریف جاساز، دوستان گرامی، مخفی کردن اجسام کم اما ارزشمند برای در امان ماندن و مصون ماندن از دست برد سارقین و راهزنان و سایرین در دل سنگ رو بهش میگن جاساز. این یک تعریف بسیار ساده از جاساز است. اما جاساس ها کجان؟ ما چجوری این جاساس ها رو پیدا کنیم؟ در کلیپ های گذشته در این مورد دوستان عزیز اطلاعاتی رو خدمتون دادم، اما متاسفانه دوستان باز هم سوال میکنن و این که برگردن 10 تا 20 تا 50 تا کلیپ گذشته رو ببینن یک مقدار سختشون میاد. خیلی اصرار بر این که در رابطه با جاساس ها صحبت بفرمایید بنده به دیده منت قبول کردم و اطاعت امر، و عرض میکنم که جاساس ها کجا؟ جاساس ها دوستان گرامی در محیط های نامی هستن، کنار چشمه ها، در اطراف چشمه ها. دوستان گرامی سنگ ها رو بررسی بفرمایید، در کنار آبشار ها، صخره ها رو بررسی بکنید، در کنار راه های مارو یا راه های قدیمی، باز هم سنگ ها یا صخره های اطراف رو با دقت بررسی بکنید.
در کنار ورودی های قارها، شما یه قاری رو دارید، ورودی قارها رو، سنگها رو با دقت بررسی بکنید، مطمئنا جاسازی هست. خدمتون عرض بشه که در کنار قارهای سکونتگاهی، در کنار قارهایی با دهنه باز، ما قارهای دهنه باز داریم، قارهای دهانه مسدود داریم. وقتی قاری که دهانش مسدود باشه، مطمئنا درون قار اشیاء بسیار گرانبهایی هست. اما قاری که درون درش باز باشه، اطرافش رو با دقت بررسی بکنید، مطمئنا جاساز سنگی رو خواهید دید. ما جاساز درون چاه هم داریم، جاساز درون تنور هم داریم. خدمتتون عرض بشه جاساز درون در دل سنگ های بزرگ چند تونی هم داریم. همه اینها بایستی دقت بشه. جاساز در مکان هایی که یک کادر مربع دارن یا کادری دارن به صورت مستطیل، اونها بسیار بسیار مهمه. در محیط های صخره ای دوستان گرامی، به دنبال در محیط های صخره ای نامی به دنبال جاساز باشید. در کنار حوضچه ها، ما حوضچه هایی رو داریم که با ساروی ساخته شدن، در کنار اون حوضچه ها به دنبال جاساز باشید. در پیرامون سکونتگاه ها، اطراف سکونتگاه، اطراف همین روستاهایی که الان به نوعی مردم ساکنن، اینی که این سکونتگاهی که الان مردم ساکن هستن، ممکنه با 100 متر 200 متر 500 متر اختلاف در یک زمانی روستا از یک جای دیگه نقل مکان کرده به صورت 100 متر 500 متر این طرف. در اطراف سکونتگاه های فعلی یا قدیمی، سنگ هایی که میبینید، صخره هایی که میبینید رو با دقت بررسی بفرمایید. داخل قلعه ها، ما قلعه های باستانی رو داریم موسوم به قلعه دزدان. اطراف اون قلعه ها و داخل قلعه ها دوستان گرامی، سنگ ها رو برای جاساز حتما حتما دقت بفرمایید و با حالت تیزبینانه و موشکافانه و انگار که یه چیزی رو میخواییم بخرین، اون سنگ ها رو دقت بکنید. در داخل خانه های قدیمی، معمولا ما خانه های قدیمی خاننشین داریم. این خانه های قدیمی خاننشین دوستان گرامی، دیواره های اون به 70 سانت میرسه. اون دیواره ها بسیار بسیار مهمه. در همین رابطه یک نقمی بزنم خدمتتون. ابتدای ورود بنده به باستان همین دیوارهای قدیمی و خانه قدیمی بود. یک خونه قدیمی، یک خونه بسیار قدیمی متعلق به پدر خودم دوستان گرامی، دیوارها حدود 90 سانت و وصیتی داشتن که در این مکان، در این نقطه من اشیاء ارزشمندی رو گذاشتم. سال 72 دقیقا بهمن ماه سال 72 به اتفاق یکی از دوستان، یه فلزیاب کوچیک که شاید 20 سانت بزنه، با افکار سال 72 ما رفتیم که این مکان رو بزنیم. هر جا رو زدیم دوستان عزیز، هیچی پیدا نکردیم. اون زمان رفتیم سراغ یک رمال، اون رمال اومد، هیچ کاری عملا انجام نشد. بعد از گذشت چند سال، حدود 10 سال که این خونه ها به علت غیر قابل استفاده بودن تخریب شد، همون کوزه هایی که وصیت شده بود توسط پدر من درون دیوار بود. البته نصیب من نشد، میخوام بگم ساعت 1:30 شب خونه که خراب میشه میرزه، اون کوزه ها، 3 تا کوزه درون دیوارهای 1 متری 90 سانتی دقیقا بین راه پله و اتاقی که موسوم به خانه بزرگ بود.
در هر حال میخوام بگم خونه های قدیمی دوستان گرامی دیوارشون بسیار مهمه، اجاقهاشون بسیار مهمن، رف ها یا تاخچه هایی رو دارن که این تاخچه های اتاق های قدیمی همون کابینت های الان ما رو به نوعی نقش کابینت های الان ما رو بازی میکرد، اونها بسیار مهمن. برای جاساز دوستان گرامی دازینگ خوب هست اما نیاز به تخصص و مهارت داره. برای جاساز دوستان گرامی پوینتر بارها عرض کردم یک اسباب بازی دوستان گرامی، اما وجود این اسباب بازی برای یک کاوشگر بسیار مهمه. در رابطه با پوینتر معمولا افکار پردازش ها و افکار ذهنی افراد متفاوت است. یعنی چی؟ ببینید معمولا ما پوینتر رو که میبینیم میگیم که این وسیله رو مثلا در چند سانتی میزنه، خب حالا یا در 5 سانتی یا در 50 سانتی هیچ فرقی نمیکنه در چند سانتی بخواد بزنه، منتها این که ما عنوان بکنیم که این مثلا ببین در حدود 30 سانت، خب این 5 سانت یا 30 سانت زدن پوینت پینتر هیچ اهمیتی نداره. پوینت پینتر دوستان گرامی فلز سکه ما رو نباید در 5 سانتی بزنه، فلز سکه ما رو نباید در 50 سانتی بزنه. پوینت پینتر وسیله ایه که بایستی یک جاسازی که 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال درون یک سنگی مخفی شده و در طی قرون و اعصار 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال اون سکه فلزی یا اون گردنبند فلزی یا اون علنگوی فلزی درون سنگ یا دستبند فلزی درون سنگ از خودش یون یا گاز ساطع کرده و به محض اینکه شما پوینت پینتر رو نزدیک اون سنگ بکنید به راحتی به شما جواب میده. اما اگر بخواید در حالت معمولی از پوینت پینتر استفاده بکنید این یک اسباب بازی بیشتر نیست. پس استفاده از پوینت پینتر دوستان گرامی شرایط خاص خودش رو داره. بایستی این پوینت پینتر دوستان عزیز در یک محیط باستانی در داخل یک سنگی که 2000-3000 سال اون شی ارزشمند مونده و از خودش یون و گاز ساطع کرده به محض نزدیک کردن پوینت پینتر صدا میده و مطمئنا داخل اون سنگ دیگه در نوشابه که نیست، احتیاج به تفکیک فلز هم نداره. شما دنبال پوینت پینتری نباشید که تفکیک فلز داره. بین 25 تا 30 میلیون تومان پوینت پینتری که تفکیک فلزات داره قیمتشه، نیازی به اون ندارید. چرا؟ چون درون یک سنگ مطمئنن شی ارزشمندی است. در نوشابه نیست، در کمپوت که نیست، مطمئنن یه شی ارزشمندیه. در مکان نامی شما سنگی رو دارید، سنگتون جاساز داره، پوینت پینترتون هم آلارم میده. پس اون وسیله‌ای که ابزار یا اشیایی که درون اون سنگ مخفی شده به عنوان جاسازی و به عنوان قلک اشیاء نفیس و ارزشمندی هست، پس نیاز به پوینت پینتر تفکیکی ندارید. ممنون از همه شما دوستان گرامی، لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستان گرامی ما دازینگ رو طبق گروه خونی برای دوستان سفارش بدید تهیه میشه، به آدرستون ارسال میشه. پوینت پینتر هم به همین صورت طبق قیمت بازار متاسفانه با افزایش دلار قیمت ها بالا میره، با کاهش دلار هم باز از اجناس پایین نمیاد و یا در همون مقطع میمونه و یا اندکی هم افزایش خواهد داشت قیمت ها. در هر حال در خدمتتون هستیم، میتونید در واتساپ پیام بفرستید، لطفا تماس نگیرید، پیام یا وایس در واتساپ به شماره 2098-938-238-0811. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مثل همیشه امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهاتون. رضا ابراهیمی هستم. بدرود.